سلام به دوستای همیشگی و خوبم. تکنیکی که امروز براتون در نظر گرفتم یکی از اون تکنیک‌هایی است که به خلق جلوه‌های ویژه در نرم افزار فتوشاپ می‌پردازه. عکاس‌ها یا طراحان گرافیک، شاید هم بیشتر طراحان گرافیک، از اون دسته افرادی باشن که بتونن از این تکنیک‌ها تو طراحی پوسترهاشون یا هر جایی که دلشون بخواد استفاده بکنن. نکته جالب اینجاست که سعی می‌کنیم با استفاده از فیلترها، ترکیبشون با منوی لایر استایل و گزینه‌هایی که در لایر استایل وجود داره، تصویر رو از این حالت تبدیل کنیم به این حالت. در حقیقت ما میدونیم که میشه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ جلوه های ویژه و جالبی رو خلق کرد که بسیار بسیار برای ما تاثیرگذار هستن. برمیگردم به تصویر اصلی خودم و میخوام کارم رو شروع بکنم. اولین اتفاقی که اینجا باید برای من بیفته به عنوان یک کسی که قراره این تصویر رو تبدیل بکنه به یک سوژه با فرم و شکلی متفاوت که میتونه شبیه آتش باشه، در حقیقت جسمی سوزان، که این تکنیک روی همه تصاویر یا حتی متن هم قابل اجراست. اولین کاری که میکنم میام در منوی فیلتر، چون نیاز دارم به اینکه الان تصویری داشته باشم که فرمت خطی داره، میام در منوی فیلتر در زیر مجموعه استایلیز و از فیلتر فایند اج استفاده میکنم. زمانی که فیلتر فایند اج رو استفاده میکنم، تصویر من به یک نقاشی خطی در میاد که رنگی هست. قطعا با کلید شیفت کنترل یو که میدونیم فرمان دیساتوریت هست، اگر بخوام میام در منوی ایمیج ادجاستمنتس و دیساتوریت شیفت کنترل یو، رنگ رو از تصویرم میگیرم و یک تصویر سیاه و سفید خواهم داشت که خطوط اون رو هم میبینم و دارم. نکته که اینجا بر من اتفاق میفته این هستش که با کلید کنترل آی تصویرم رو نگاتیو میکنم. خب در این تصویر به دلیل اینکه زمینه ای دارم که خطوط یا در حقیقت تکسچر زیادی داره، سعی میکنم با استفاده از رنگ مشکی در حقیقت اون رو تمیز بکنم، چون من نیاز دارم الان که رنگ زمینه من یک دست باشه و سوژه من به این شکل کاملا هایلایت هایی رو برای من داشته باشه. شروع میکنم به مشکی کردن زمینم و سعی میکنم این کار رو با دقت هرچه تمامتر انجام بدم، یا اینکه فرقی نمیکنه، هنوز قبل از اینکه اینورت نکردم میتونم با رنگ سفید زمینم رو سفید کنم و بعد تصویرم رو نگاتیو بکنم. در هر صورت فرقی نمیکنه، نتیجه یکسان و یکی خواهد بود. این کار رو سعی میکنم با دقت انجام بدم. ممکنه شما سوژه هایی داشته باشین که زمینش خیلی راحت تر از این در بیاد و برای اینکه وقت آموزشمون رو من نگیرم، تصویرم رو آماده کردم و اینجا دارمش. در حقیقت سعی کردم که بتونم تصویر داشته باشم که از این قالب تبدیل بشه به این قالب. اما نکته ای که حائز اهمیت هست برای من، زمانی که ما زمینمون رو تمیز میکنیم و در حقیقت سعی میکنیم اون رو یک دست داشته باشیم با ابزار قلم و با براشی که تقریبا لبه هاش دورمف هست، اگر نیاز شد میام در جعبه براش، قلم دورمف هم رو که دارم، کمی مقدار هاردنسش رو زیاد میکنم، 25% هاردنس میدم، یا اینکه میتونم با استفاده از کلید شیفت و براکت سمت راست این کار انجام بدم. همونطور که در بالا میبینید، در این قسمت میبینید که قلم من از حالت دورمف به دورتخت تبدیل میشه. شما میدید که با براکت چپ و با براکت راست میتونم قلم رو بزرگ یا کوچیک بکنم، یا همون حرف چه و جه خودمون در روی کیبورد های فارسی. و اگه کلید شیفت رو نگه دارم، میتونم قلمم رو دور محو یا دور تخت بکنم. یکی از شورتکات هاییست که میتونیم خیلی سریع ازش استفاده بکنیم. کمی دور تختش میکنم که بتونم لبه ها رو خیلی خوب در بیارم. اما نکته که برای من حائز اهمیت هست و برای من جالب خواهد بود این هستش که زمانی که این کار انجام دادم، کنتراست های زیادی وجود داره. حالا من سعی میکنم که کمی این رو داشته باشم و تا همینجا نگهش بدارم، چون فایل اصلیش رو اینجا دارم. کنتراست های من اینجا در حقیقت خیلی تفکیک شده نیست، در رنگ سیاه و سفید من تفکیک شده نیست. سعی میکنم از منوی levels با کلید کنترل L کمی تیرگی ها رو اینجا از بین ببرم با افزایش مقدار تیرگی ها و کمی هم سفید ها رو در حقیقت یا روشن ها رو روشن تر بکنم تا تقریبا به یک تصویر یک دستی برسم. اوکی میزنم و تصویر من الان آماده است. این تصویر رو میبندم چون با این تصویر کاری ندارم و نتیجه که برای من حائز اهمیت هست تصویری است که اینجا ما داریم میبینیم. نکته جالب توجه اینجاست که اگر من میخوام این تصویر رو سلکت بکنم، یا به نوعی برای اینکه اون رو به تصویر دیگه ای انتقال بدم، یا یک سوژه بزرگتر یا یک کادر بزرگتر، البته میتونم این کارو نکنم، با استفاده از فرمان کامو سایز سایز تصویرم رو به طور مثال بزرگ کنم، از سمت چپ 10 سانت به طور مثال بزرگش بکنم، یا خیلی بزرگ شد
با کلید Alt Control C در منوی کانواس سایز بیام و 5 سانت به رنگ مشکی این کار انجام بدم، بلک رو انتخاب میکنم. میتونم این کار انجام بدم و تصویرم رو به صفحه دیگه انتقال ندم یا رو صفحه دیگه نداشته باشم. برای اینکه این کار انجام بدم قاعدتا میخوام به طور مجزا روی این سوژه کار بکنم و اون رو باید سلک کنم و از زمینه جدا کنم. روش جالبی رو من بهتون پیشنهاد میکنم. در منوی ویندو و در قسمت چنلز کانال هام رو فعال میکنم. نکته بسیار بسیار پر اهمیتی هست. در حقیقت من از سلکشنی از ترکیب سه کانال رو میخوام داشته باشم. همه ما میدونیم که چنلز نماد انتخاب هست. کلید کنترل رو نگه میدارم و روی RGB کلیک میکنم. زمانی که این کار انجام میدم در حقیقت از ترکیب رد، گرین و بلو محدوده های روشن من انتخاب میشن. کافیست در منوی لایرز یک لایه بسازم، Alt Shift Control N و رنگ سفید رو فیل کنم. حالا یک تصویری دارم که در حقیقت اگر یه لایه زیرش بسازم و رنگ مشکی رو فیل کنم دقیقا همانند تصویری است که خودم خلق کردم، اما نکته اینجاست که اون رو در یک لایه مجزا دارم. خیلی خب، کاری که انجام میدم اینه، تصویرم رو موو میکنم یا لایم رو موو میکنم از این تصویر به این تصویر و اون رو رها میکنم. بکم رو مشکی میکنم، کمی کوچیکتر هست، سعی میکنم اون رو بزرگترش کنم، کنترل تی ترانسفورم و کمی سوژم رو بزرگتر میکنم و در گوشه قرارش میدم و تاییدش میکنم. اولین اتفاقی که اینجا بر من میفته و ویژگی که من دارم برای اینکه بتونم اون قالب آتیش یا در حقیقت فایر رو بسازم، روی لایم دابل کلیک میکنم و با استفاده از فرمان Outer Glow و با استفاده از رنگ قرمز، رنگ قرمز جیغی رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. اپاسیتی رو روی 100 قرار میدم، سایز رو کمی بیشتر و به این شکل خواهم داشت. بعد از اینکه این کار انجام دادم فرمان Inner Glow رو فعال میکنم و رنگ نارنجی در حقیقت گرم یا غلیظی رو انتخاب میکنم تا روی تصویر من بیاد. اوکی میکنم. بلندینگ مودم رو از سکرین به نرمال تغییر میدم و یا اینکه میتونم به جای اینکه اون رو نرمال داشته باشم از نرمال به هارد لایت تغییر بدم تا کاملا این نور من توسط بلندینگ مود هارد لایت با رنگ قرمز دیدش ترکیب بشه. ضمن اینکه حتی میتونم بلندینگ مود آتو گلو رو هم از نرمال رو هارد لایت بذارم یا اسکرین، فرقی نمیکنه، شاید اینجا برای من خیلی تفاوتی نداشته باشه، اما حتما اینر گلو رو روی هارد لایت میذارم، اپاسیتیش رو هم تا 100 بالا میبرم. خب الان تصویری دارم که اون جلوه ای رو که من میخوام به من داده اما کمی جیغ به نظر میرسه، شاید رنگ های نارنجی و قرمز خیلی شدیدی با هم ترکیب شدن. ترفندی رو میتونم اینجا اجرا بکنم. برای اینکه جلوه من کمی طبیعی تر به نظر برسه کنترل رو نگه میدارم و روی لایم کلیک میکنم تا انتخاب شه. کنترل H رو میزنم و اون رو هیدن میکنم و سعی میکنم رنگ سفید رو فیل کنم. کنترل یا Alt Backspace رو فورگراند هست رو روی در حقیقت سوژم فیل میکنم یا در حقیقت میریزم و بسیار جلوه طبیعی تری رو به من خواهد داد. یادمون باشه که الان سلکشن من فعاله، پس کنترل H رو میزنم تا ظاهر شه، کنترل D دی سلکتش میکنم. خب برسیم به مرحله بعدی. توی این مرحله برای اینکه بتونم اون تشعشعات آتش رو یا در حقیقت اون گر گرفتن آتش رو به نوعی نشون بدم، دو تا کپی از سوژه میگیرم و از سوژه بالا به خاطر اینکه رنگ سفید توش هست افکتش رو دیلیت میکنم تا رنگ سفید من همچنان اثر خودش رو روی در حقیقت طبیعی بودن کار من بذاره. ضمن اینکه اپاسیتیش هم از 100 میتونم بذارم روی 50 یا 45 و لایه بالام رو هم دارم. در حقیقت لایه های من الان به این صورت هستن که لایه اول من، لایه دوم و سفیدی که روی کار من اومده و اون رو طبیعی تر کرده. در لایه زیر که در حقیقت لایه من هست، لایه اصلی من هست، با استفاده از ابزار سماج که در حقیقت ابزاریش برای به هم ریختن پیکسل های تصویر و با استرنت شاید 65 یا 50 شروع به کلیک و درگ کردن میکنم بر روی در حقیقت سوژم. خیلی خیلی تمیز و خیلی خیلی با دقت زیاد شما میتونین این افکت رو به وجود بیارین و این افکت رو بسازین. حالا شاید شما دلتون بخواد که با فرم های دیگه یا شکل های دیگه ای رو این رو ترکیب بکنین. اون رو ادامه میدم به این شکل
یا این قسمت هایی رو که در حقیقت به سمت بیرون اومدن یا از سمت بالا اومدن رو به نوعی میتونم با حرکات اعوجاجی یا اگه بخوایم بعد از لیکویفای استفاده میکنیم یا درگ میکنیم یا به این سمت یا به این سمت میتونیم پیش ببریم و اونها رو تغییر بدیم. نکته جالب توجه اینجاست که اگر دلم بخواد شاید این قسمت ها رو خیلی دوست نشته باشم، میتونم با لیر ماسک اونها رو به حالت قبل خودش برگردونم و قلم رو دور محو میکنم، این قسمت ها رو خیلی خیلی دوست ندارم و کمی سعی میکنم اینجا رو اصلاح کنم، یا اینکه میتونم با گرادینت یک دست اگر اشتباه کردم حالا اینجا میتونم که کمی تلطیفش بکنم تا برای من جلوه بهتری داشته باشه. خب افکتم رو ایجاد کردم، میتونم کمی دانه های ریزی رو که در هوا پخش شده، شاید جرقه های آتیش من هست رو به وجود بیارم در لایه بالا. سعی میکنم دوباره کلیک کنم در منوی لیر استایل و فرمان دراپ شادو. فرمان دراپ شادو رو میزنم، مودم رو روی نرمال میذارم، رنگم رو از مشکی به سفید تغییر میدم. اما نکته کلیدی اینجاست که بلندینگ مود نرمال اینجا برای من تاثیر نداره، نرمال رو تغییر به دیزالو میدم. شما میدونید که بلندینگ مود دیزالو در اپاسیتی در حقیقت پایین پیکسل های من رو دانه دانه میکنه یا پخش میکنه، در حقیقت به حالت نویز در میاره. اگر که من سایزش رو بیشتر بکنم شاید الان خیلی خیلی واضح تر به نظر برسه. حتما باید اپاسیتی رو کم بکنم تا جلوه طبیعی تری کار من داشته باشه و میتونم با سایز بازی بکنم. ضمن اینکه این قسمت رو میتونم زاویه‌اش رو تغییر بدم تا به عقب بیاد یا اول سایز رو کمتر بکنم و اپاسیتی رو هم کمتر برای اینکه جلوه طبیعی رو داشته باشم. و در نهایت سعی میکنم که با اضافه کردن یک تکست به تصویرم خیلی 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 تصویر طبیعی تر یا اجرایی بهتر برای خلق یک جلوه گرافیکی داشته باشم. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آتریوم.